سلام، من آیدین حسن زادم و امروز قراره در مورد اکسسوری ها یا همون لوازم جانبی که همه ی گیتاریست ها باید داشته باشن صحبت بکنیم. اینا چیزایی هست که یه جورایی برای نوازنده های گیتار، حالا انواع گیتار، یه جورایی الزامی شناخته میشه و داشتنش میتونه کارمون رو تو خیلی از مواقع راحت تر بکنه. خب به عنوان نوازنده گیتار ما همیشه باید منتظر این باشیم که یه تایمی بالاخره سیم گیتار ما پاره بشه و خب خیلی بد میشه اگر ما در حال تمرین باشیم یا جایی باشیم یا حتی یه اجرایی داشته باشیم و این اتفاق بیفته. پس طبیعتاً داشتن یک بسته زاپاس سیم میتونه به ما همیشه توی جاهای مختلف کمک بکنه و خیالمون راحت باشه که لنگ در واقع پاره شدن سیممون نمونه. خب یکی از چیزایی که خیلی باید بهش دقت بکنیم به عنوان نوازنده اینه که خب گیتارمون و سازمون همیشه تیون باشه و کوک باشه. خب هممون میدونیم یه سری نرم افزار اپلیکیشن هست توی گوشیامون و تبلتمون میتونیم بریزیم و ازشون استفاده بکنیم برای کوک کردن گیتار، ولی خب خیلی حرفه‌ای‌تره که ما از خود وسیله تیونر استفاده بکنیم. هم خیلی موقع‌ها دقیق‌تره، هم خیلی سریع‌تره و تصور بکنیم که اگر ما توی یه اجرای زنده هستیم خب نمیتونیم از موبایل یا تبلتمون به اون صورت استفاده بکنیم، میشه از تیونرها استفاده کرد. من یه مثالی که اینجا دارم، یه تیونر ناکس که بالای گیتارم با یه گیره یا کلیپس در واقع وصل میشه و میتونم این صفحهشو برگردونم رو به خودم که همیشه روشن باشه موقعی که دارم اجرا میکنم و ببینم آیا اگر کوکم در رفت سریع از اون بالا در واقع چکش بکنم و گیتارمو کوک بکنم. پس یکی از وسایلی که میتونیم داشته باشیم و خیلی کارمون رو راه میندازه و سریع هستش، تیونرهای مختلف گیتار هستش. اکسسوری بعدی که داریم در واقع بنده یا استرپ گیتاره که میشه گفتش که حالا توی اجراها، توی پرفورمنس ها با ما کمک میکنه که ما بتونیم ایستاده ساز بزنیم. از طرفی توی خونه هم خیلی از نوازنده عادت دارن که استرپ روی دوششون باشه، با خاطر اینکه یه جورایی وزن گیتار رو میگیره، تقسیم میکنه روی توی بدن و یه جورایی باعث میشه ما دیرتر خسته بشیم. حالا نکته ای که وجود داره در مورد وصل کردن استرپ گیتاره که به صورت عادی همه گیتارها خب طبیعتاً استرپ بهشون وصل میشه، اما یک اکسسوری دیگه ای هستش که بهش ما میگیم استرپ لاک یا قفل استرپ که در واقع توی این قسمت های دو سر در واقع استرپ ها وصل میشه و یه قسمتش هم روی این ور گیتار و پایین گیتار توی در واقع زیر بادی وصل میشه. این باعث میشه که اون اتفاقی که همه گیتاریست ها ازش میترسن هیچ وقت برای ما نیفته. یعنی وقتی که ما استرپمون رو قفل میکنیم روی گیتارمون، هیچ وقت تا زمانی که این دگمش رو فشار ندیم در نمیاد. خیلی مواقع پیش اومده که استرپ هایی که بدون استرپ لاک وصل شدن به گیتار، موقعی که یکم فرسوده میشن، موقع اجرا پارشن یا حتی در بیان از جا. و خب از قدیم این استرپ لاک ها رو برای این ساختن که ما بتونیم خیلی با خیال راحت تر ایستاده ساز بزنیم و خیالمون راحت باشه که سازمون نمیافته. خب وسیله جالب دیگه ای که خیلی خیلی من ازش استفاده میکنم سترینگ بایندر هستش. سترینگ بایندر های مختلفی داریم که حالا توی سایز ها و ابعاد مختلفی هستن. بعضیشون فقط برای گیتار حالا الکتریک یا آکوستیک کلاسیکن، بعضیشون به گیتار بیس هم میخورن و حالا مدل های مختلف و سایز های مختلف داره. کاری که این انجام میده، زمانی که ما میخوایم سیم گیتارمون رو عوض بکنیم، یه به نظر من فرایند خیلی خیلی طاقت فرساییه که بخوایم این در واقع تیونر گیتارمون رو هی بچرخونیم تا سیم صفر شه و در نهایت جا بیفته و بتونیم کوکش بکنیم. خب با این وسیله خیلی راحت ما میتونیم یه حالت هندل مانند یا یه دستگیره یه که کار رو برای ما راحت‌تر میکنه برای چرخوندن سیم ها زمانی که میخوایم حتی سیم رو باز بکنیم و تعویض بکنیم یا حتی میخوایم سیم جدیدمون رو صفر بکنیم و در نهایت کوکش بکنیم. یکی از وسایلی که به نظر من خیلی خیلی الزامیه که هر نوازنده یه دونه ازش داشته باشه استرینگ بایندر هست. خب میخوایم در مورد کاپو صحبت بکنیم، هرچند که ما قبلا در مورد کاپو یا همون کیپو یه ویدیوی کامل داریم که چه کاربردهایی داره و پیشنهاد میکنم حتما به اون ویدیو سر بزنید. کاپو در واقع به ما کمک میکنه که ما بتونیم فرت های آزادمون یا همون سیم های آزادمون رو جابجا بکنیم و خیلی از مواقع به درد کسایی میخوره که حالا مخصوصا خواننده هستن و میخوان که در واقع یه قطعه رو بزنن و همزمان باهاش بخونن. خب میرسیم به اکسسوری بعدی که داریم که در واقع من دو تا از مثال‌هاش رو اینجا آوردم. لیمون اویل یا روغن لیمو مال کمپانی دانلوپ هستش و استرینگ کلینر دانلوپ هستش که اینجا من دارم.
به چه درد میخوره؟ طبیعتاً زمانی که ما با سازمون یه تایم طولانی چند ساعت نوازندگی میکنیم، خب حالا دو تا اتفاق میفته. یکی این که ممکنه که عرق دستمون و جرمی که روی دستمون هست روی سیم ها بشینه، که این طبیعتاً برای هممون اتفاق افتاده. از طرفی خب هر چقدر ما با سیمای گیتارمون میزنیم هی فرسوده‌تر و فرسوده‌تر میشن، حالا تا در نهایت بخوایم عوضشون بکنیم یا پاره بشه سیممون. یه جورایی میشه گفت این استرینگ کلینر یا استرینگ کاندیشنر به ما کمک میکنه که عمر سیم گیتارمون بیشتر بشه و اون جرمی که روی سیم گیتارمون بعد از هر چند ساعت نوازندگی یا یکی دو روز نوازندگی طولانی مدت با سازمون در واقع میفته، باید در واقع با این پاکش بکنیم و از بین بره، یه جوری عمر سیممون رو بیشتر میکنه. و از طرفی ما روغن لیمو رو داریم که برای تمیز کردن روی دسته گیتار یا همون قسمت فرت بورد گیتارمونه. ما میتونیم از این روغن هر چند ماه یه بار استفاده بکنیم، چیزی نیست که بخوایم هر روز یا هر هفته ازش استفاده بکنیم. معمولا پیشنهاد میشه زمانی که ما میخوایم سیم های گیتارمون رو عوض بکنیم، هر دو سه ماه یک بار میتونیم از لیمون اویل استفاده بکنیم و یه جوری رطوبت رو به گیتارمون، به چوب فرت بورد گیتارمون برمیگردونه و همینطور چون خاصیت اسیدی داره، طبیعتا جرمی که روی دسته گیتارمون هستش و فرت بوردمون هست رو از بین میبره. فقط یادمون باشه که لیمون اویل رو نمیشه روی گیتارهایی که فرت بورد میپل دارن، مثل این گیتار، یا خیلی ساده بگم فرت بورد هایی که رنگ روشن دارن، حالا زرد رنگ یا به سمت سفید رنگ، نمیشه استفاده کرد. همونجوری که تو تصویر میبینید گیتارهایی که روزوود، ابونی و چوب های تیره تر دارن رو ما میتونیم از روغن لیمو روشون استفاده بکنیم. خب وسیله بعدی که میخوام معرفیش بکنم یه جوری شاید بیشتر به درد بچه‌های بخوره که یکم حرفه‌ای ترن، ولی خب میشه گفتش که چیزاییه که اکثر نوازنده‌ها باید تو خونه‌شون دم دست داشته باشن. یه همچین چیزیه، ما بهش میگیم اسلاید. در واقع این یک استوانه‌ایه که حالا الان چیزی که دست منه از جنس استیله، جنس‌های مختلف داره، شیشه‌ای داره، برنز داره، سرامیکی داره و ما میتونیم این رو در واقع روی انگشتمون داشته باشیم. روی حالا معمولا انگشت 3 یا 4 میذاریمش و از تکنیک‌های خاص خودش در واقع استفاده بکنیم. پس یکی از اکسسوریایی که میتونه خیلی نوازندگیمون رو جذاب بکنه سلاید گیتاره. خب همونجوری که دیدید یه سری از اکسسوریایی که به نظر من الزامیه برای هر نوازنده‌ای معرفی کردیم و طبیعتاً برای یه نوازنده‌ای که تازه گیتار خریده، تازه داره شروع می‌کنه نوازندگیش رو، الزامی نیست که همه اینا رو داشته باشه، ولی به مراتب که ما حرفه‌ای‌تر و حرفه‌ای‌تر میشیم بهتره که این به این دیتیل‌ها توجه بکنیم و این تجهیزات جانبی میتونن خیلی به ما توی دوران نوازندگیمون بهمون کمک بکنن.